کتاب مانیفست حزب کمونیست نویسندگان کارل مارکس و فردریش انگلس گوینده مجید یعقوبی نژاد ادیت آوای بوف با همکاری آوای بوف و پرشنگ آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادهی علاقه من به کتاب با دقدقه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید مقدمه به قلم لون تروتسکی اکتبر 1937 به سختی میتوان باور کرد که با صدومین سالگرد مانیفست حزب کمونیست فقط ده سال فاصله داریم. این بیانیه که بیش از هر بیانیه دیگری نشان دهنده نبوغی در ادبیات جهانی است، حتی امروز هم ما را با تراوت خود شگفت زده می کند. انگار مهمترین بخش های آن همین دیروز نگاشته شده است. تردیدی نیست که نویسندگان جوان این بیانیه مارکس 29 ساله و انگلس 27 ساله توانستند بیش از هر کس دیگری پیش از ایشان و شاید بیش از هر کس دیگری پس از ایشان به آینده دورتری بنگرند. در مقدمه مشترکی که مارکس و انگلس بر چاپ 1872 نوشتند اعلام کردند که به رغم کهنه شدن برخی از بخش‌های نچندان مهم این مانیفست دیگر به خود این حق را نمی دهند که تغییری در نسخه اصلی آن بدهند. چرا که مانیفست به آن زودی یعنی در طول 25 سال پس از چاپش به سندی تاریخی تبدیل شده بود. از آن زمان 65 سال دیگر سپری شده است. بخش های منفردی از مانیفست بیش از پیش در اعماق گذشته فرو رفتند. در این پیش گفتار با اجازه تمام خواهیم کوشید هم ایده را مشخص کنیم که امروز به قدرت کامل خود باقی ماندهاند و هم ایده هایی را برشماریم که باید جرح و تعدیل شوند و یا بست یابند. یک نظریه ماتریالیستی تاریخ که مارکس مدت زمانی کوتاه پیش از تدوین مانیفست کشف و با مهارتی شایسته در این مکتوب به کار بست از بوته آزمایش حوادث و ضربات انتقاد مختخاسمان کاملا پیروز در آمده است. این نظریه امروز یکی از با ابزار تفکر بشری است. سایر تعبیرات به عمل آمده از جریان تاریخ کل مفهوم علمی خود را یک سره از دست دادند. با اطمینان تمام می توان اعلام کرد که در عصر ما محال است انسان بتواند بدون درک تفسیر ماتریالیستی تاریخ نه تنها مبارزی انقلابی بلکه حتی ناظری تعلیم یافته در علم سیاست باشد. دو اولین فصل مانیفست با این کلمات آغاز می شود. تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است. این اصل که مهمترین استنتاج از تفسیر ماتریالیستی تاریخ است در مبارزه طبقاتی بیدرنگ تبدیل به موضوع دعوا شد سالوسان ارتجاعی جزمی اندیشان لیبرال و دموکراتهای ایدالگرا علیه نظریهای که در برابر رفاه همگانی وحدت ملی و حقیقت ابدی اخلاقی مبارزه بر اساس منافع مادی را به عنوان نیروی محرکه تاریخ جایگزین میکرد حملاتی سخت زهراگین را آغاز کردند. بعدها افرادی از صفوف خود جنبش کارگری نیز به صفوف آنها پیوستند. اینها همان تجدید نظر طلبان بودند. کسانی که می‌خواستند با یک دیدگاه سازشکارانه و در دفاع از آشتی طبقاتی به بررسی مارکسیسم بپردازند و در آن تجدید نظر کنند. بالاخره در دوران خود ما جانشینان قلابی و خار بین الملل کمونیست یعنی استالینیست ها همان مسیر را دنبال کردند. آن هم با طرح سیاست به اصطلاح جبهه خلقی که یک سره از نفی قوانین مبارزه طبقاتی سرچشمه می‌گیرد. اما دقیقا این اصر امپریالیست است که با رساندن تمام تضادهای اجتماعی به اوج شدت و هدت خود پیروزی نظریه مانیفست کمونیست را در حد اعلا ثابت می کند. 3. کالبود چکافی سرمایه داری به عنوان مرحله خاص در رشد اقتصادی جامعه در سال 1867 به وسیله مارکس در شکل نهاییش در کتاب سرمایه تشریح شد. ولی پیش از آن در مانیفست کمونیست خطوط اصلی این تجزیه و تحلیل که بعدها صورت گرفت به قدرت تمام تر ریزی شده است. اینکه آنچه برای نیروی کار پرداخت می شود معادل هزینه باز آن است تصاحب ارزش اضافی توسط سرمایه داران رقابت به عنوان قانون اصلی روابط اجتماعی بیرانی طبقات بینابین یعنی خرد برجوازی شهری و دهقانان از یک طرف تمرکز ثروت در دست عده صاحبان قدرت که تعدادشان دایما رو به کاهش است تصاحب ارزش اضافی توسط سرمایهداران رقابت به عنوان قانون اصلی روابط اجتماعی ویرانی طبقات بینابین یعنی خرد برژوازی شهری و دهقانان از یک طرف تمرکز ثروت در دست عدهای صاحبان ثروت که تعدادشان دایما رو به کاهش است و از طرف دیگر رشد کمی پرولتاریا و آماده سازی پیش شرط های مادی و سیاسی لازم برای پیدایش رژیم سوسیالیستی چهار این اصل مانیفست که گرایش سرمایهداری را در پایین کشاندن سطح زندگی کارگران و حتی تبدیل آنان به جمعی فقیر به شدت محکوم میکند دستخوش مخالفت های شدید شده بود کشیشان پروفسورها وزرا ژورنالیستها، نظریه پردازان سوسیال دموکرات و رهبران اتحادی های کارگری علیه این به اصطلاح نظریه فقرگرایی جبهه بستند آنان همواره نشانه های کامیابی روزفسون را بین رنجبران کشف میکردند اشرافیت کارگری را به جای پرتاری یا قالب می کردن و یا گرایشی گذرا را به جای حرکتی دایمی می پذیرفتن. در عین حال رشد نیرومندترین سرمایهداری جهان یعنی سرمایهداری ایالات متحده میلیون ها نفر از کارگران را به جمع فقرا رانده است به طوری که به وسیله اعانات دولت فدرال شهرداری و یا مؤسسات خیریه غیر دولتی به حیات خود ادامه می دهند. پنج در تقابل با مانیفست که بحرانهای اقتصادی و صنعتی را به عنوان سلسله فجایعی هرچه گسترده تر ترسیم می کرد، تجدید نظر طلبان قول دادند که رشد ملی و بین المللی تراست کنترل بر بازار را تضمین خواهد کرد. و به تدریج به بحران خاتمه خواهد داد. درست است که پایان قرن گذشته و آغاز قرن حاضر شاهد رشد سرمایهداری با چنان قدرت پرخروشی بود که تمام بحران ها را ظاهرا به توقف های تصادفی در مسیر رشد و توسعه تبدیل کرد. ولی آن دوران دیگر به نحو بازگشت ناپذیری سپری شده است. در تحلیل نهایی ثابت شد که در این مسئله نیز حق به جانب مارکس بود. 6. قوه مجریه دولت مدرن چیزی نیست جز هیئتی برای اداره امور جمعی کل برجوازی. این فرمول مجمل که در نظر رهبران سوسیال دموکراسی یک معمای ژورنالیستی بود، در واقع تنها نظریه علمی درباره دولت است. دموکراسی قالب ریزی شده به وسیله برجوازی برخلاف آنچه برنشتاین و کاوتسکی میپنداشتن توبره ای خالی نیست که به هر نوع محتوای طبقاتی را بی در آن گنجانید. دموکراسی برجوایی فقط می تواند در خدمت برجوازی باشد. حکومت جبهه خلقی خواه در رأسش بلوم و شوتام نشسته باشند. خواه کابارو و یانگرین صرفا هیئتی برای اداره امور جمعی کل برجوازی است هر وقت که این هیئت در اداره امور ضعف نشان دهد برجوازی با اردنگی بر کنارش می کند هفت هر مبارزه طبقاتی مبارزه ای سیاسی است سازمان یافتن پرولتاریا به صورت یک طبقه متعاقباً منجر می شود به سازمان یافتنش در یک حزب سیاسی اتحادی گرایی ناب در بزرگترین معمن خود یعنی ایالات متحده ضربه ای خورد کننده دیده است سندیکالیسم آنارشیستی در آخرین پایگاهش یعنی اسپانیا شکستی جبران ناپذیر متحمل شده است در اینجا نیز حقانیت مانیفست ثابت شده است 8. پرولتاریا نمیتواند در چارچوب قانونی که برژوازی برقرار کرده است قدرت را تسخیر کند. کمونیستها ها آشکارا اعلام می کنند که هدفهایشان تنها از راه سرنگونی قهرامیزه تمام شرایط اجتماعی موجود تحقق پذیر است. رفرمیست ها کوشیدند توضیح دهند که گویا این اصل مسلم مانیفست بر پایه عدم بلوغ جنبش در آن زمان و رشد ناقص دموکراسی بنا شده است اما سرنوشت دموکراسی های ایتالیا آلمان و جاهای دیگر ثابت می کند که عدم بلوغ چیزی نیست مگر خصیصه بارز نظریات خود رفرمیست ها نو. برای تحول سوسیالیستی جامعه طبقه کارگر باید چنان قدرتی را در دست خود متمرکز کند که هرگونه مانع سیاسی در سر راه خود را به سوی نظام جدید بتواند به کلی خرد و نابود کند. پرولتاریای سازمان یافته به عنوان طبقه حاکم این است آن دیکتاتوری در عین حال این تنها دموکراسی واقعی پرولتاریایی است. وسعت و عمق آن بستگی دارد به اینکه شرایط عینی تاریخی چگونه باشد هرقدر تعداد کشورهایی که راه انقلاب سوسیالیستی را انتخاب می کنند بیشتر باشد همانقدر دیکتاتوری شکلهای آزادتر و قابل انعطافتری پیدا خواهد کرد و دموکراسی کارگری وسیعتر و عمیقتر خواهد شد ده. توسعه بین المللی سرمایه خصلت بین المللی انقلاب پرولتاریایی را از پیش تعیین کرده است. عمل متحدانه پرولتاریا دست کم در کشورهای بزرگ متمدن یکی از نخستین پیش آزادی پرولتاریا است. توسعه متعاقب سرمایه داری نقاط مختلف گیتی را از متمدن تا غیر متمدن چنان به هم بافته که مسئله انقلاب سوسیالیستی به نحوی قاطع و کامل خصلتی جهانی به خود گرفته است بروکراسی شوروی کوشید مانیفست را در این زمینه بنیادین خفه کند انحطاط بناپارتیسی دولت شوروی مستاق بارزی از غلط بودن نظریه سوسیالیسم در یک کشور است یازده انگامی که تمایزات طبقاتی در جریان حرکت امور از بین رفت و کل تولید در دست جمع بزرگی از تمامی ملت قرار گرفت از این پس قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد به عبارت دیگر دولت راه زوال را خواهد پیمود جامعه میماند رها شده از قل و زنجیرش و این چیزی جز سوسیالیسم نیست عکس قضیه رشد قولاسای اعمال زور دولتی در اتحاد جماهیر شوروی مساق بارزی است از اینکه جامعه از سوسیالیسم دور می شود. دوازده مردم کارگر کشور ندارند این کلمات مانیفست را کوته نظران به کرات به عنوان لطیفه ای برای تهییج سیاسی ارزیابی کردند حقیقت امر این است که مارکس و انگلس در مورد مسئله میهن سرمایهداری تنها دستورالعمل ممکن را در اختیار تاریا گذاشتند تخلف بین الملل دوم از این دستورالعمل نه تنها اروپا را چهار سال تمام در جنگ جهانی اول دچار ویرانی کرد بلکه سبب رکود کنونی فرهنگ جهان نیز شد با در نظر گرفتن جنگ قریب الوقوع جدید که خیانت بین الملل سوم راهش را هموار کرده در مورد مسئله میهن سرمایداری حتی اکنون نیز مانیفست قابل اعتماد ترین دستور العمل است. بدین ترتیب ما می که مانیفست این محصول نسبتاً مختصر و مشترک دو نویسنده جوان هنوز هم در مورد مهمترین و داغترین مسائل مربوط به مبارزه در راه رهایی دستورالعمل جایگزین ناپذیری در اختیار ما میگذارد کدام نوشته دیگری را میتوان یافت که حتی تا درجه ای با مانیفست کمونیست قابل مقایسه باشد لاکن این بدان معنی نیست که مانیفست پس از 90 سال رشد بیوقفه نیروهای تولیدی و مبارزات اجتماعی گسترده نه نیازی به تصحیح و نه احتیاجی به ملحقات دارد تفکر انقلابی هیچ وجه اشتراکی با بتپرستی ندارد برنامه ها و چشم انداز در سایه تجربه این عالی ترین معیار خرد بشری سنگ محک می و تصحیح می شوند مانیفست نیز احتیاج به تصحیح و الحاق دارد اما همانطور که خود تجربه تاریخ نشان داده است این تصحیح و ملحقات موقعی می توانند موفقیت آمیز باشند که با شیوه نهفته در شالوده خود مانیفست کمونیست منطبق باشند ما سعی خواهیم کرد به چند مورد بسیار مهم اشاره کنیم یک مارکس چنین تعلیم میدهد؟ که هیچ نظام اجتماعی پیش از فرسودن ظرفیتهای خلاقه اش از عرصه تاریخ رخت نمی مانیفست کمونیست سرمایهداری را به علت ایجاد وقفه در رشد نیروهای تولیدی محکوم می کند. حال آنکه در آن دوران و همچنین در دهه های بعد این وقفه در رشد نیروهای تولیدی فقط ماهیتی نسبی داشته است. اگر در نیمه دوم قرن نوزدهم این امکان حاصل میشد که اقتصاد بر مبنای سوسیالیستی سازمان داده شود هنگ رشد اقتصادی بی اندازه سریع تر می گشت لکن این اصل تئوریک مسلم و غیر قابل انکار نافی اعتبار این حقیقت نیست که نیروهای تولیدی در مقیاس بین المللی تا جنگ جهانی به گسترش خود ادامه دادند فقط در طول 20 سال گذشته به رغم جدیدترین پیروزی های علم و تکنولوژی اصر رکود بیچون و چرا و حتی نزول اقتصاد جهانی آغاز شده است. بشریت شروع کرده است تا سرمایه انباشته شده خود را خرج کند. در حالی که جنگ بعدی شالوده های اساسی تمدن را سالهای سال در آینده به نابودی تهدید می کند. نویسندگان مانیفست نظرشان این بود که سرمایهداری مدتها پیش از آن که از صورت یک رژیم نسبتاً ارتجاعی به یک رژیم مطلقا ارتجاعی تبدیل شود اسقاط خواهد شد این دگرگونی سرمایه داری به رژیمی مطلقا ارتجایی در برابر چشم نسل حاضر شکل نهایی خود را یافت و اصر ما را به اصر جنگ ها،, اقلاب ها، و فاشیسم تبدیل کرد. دو اشتباه مارکس و انگلس در مورد ازمنه تاریخی از یک سو از کوچک شمردن امکانات آتی نهفته در سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت و از سوی دیگر از دست بالا گرفتن بلوغ انقلابی پرولتاریا انقلاب 1848 آنگونه که مانیفست پیش‌بینی کرده بود به انقلابی سوسیالیستی منجر نشد بلکه امکان گسترش وسیع سرمایهداری را به روی آلمان باز کرد کمون پاریس ثابت کرد که پرولتاریا بدون وجود یک حزب انقلابی آبدیده در رأسش نمیتواند قدرت را از دست برژوازی خارج کند در عین حال پیدایش دوران طولانی رونق سرمایهداری سبب آموزش پیشتازان انقلابی نشد بلکه باعث انحطاط اشرافیت کارگری در منجلاب برجوهایی گردید و آن نیز به نوبه خود به ترمز اصلی در انقلاب پرتاریایی تبدیل شد با در نظر گرفتن طبیعت اوضاع و شرایط برای نویسندگان مانیفست کمونیست امکان آن نبود که این دیالکتیک را پیش بینی کنند. 3. از نظر مانیفست کمونیست سرمایهداری قلمرو رقابت آزاد بود مانیفست ضمن اشاره به تمرکز روزافسون سرمایه در مورد مسئله انحصار که شکل حاکم سرمایهداری در اصر ما شده و مهمترین پیش شرط پیدایش اقتصاد سوسیالیستی است نتیجه لازم را استنتاج نکرد تنها بعدها بود که مارکس گرایش دگردیسی رقابت آزاد به انحصار را در کتاب سرمایه ثابت کرد. این لنین بود که در کتابش امپریالیسم تحلیلی علمی از سرمایهداری انحصاری ارائه داد. چهار نویسندگان مانیفست با تکیه بر نتایج انقلاب صنعتی انگلستان جریان از بین رفتن طبقات بینابین و پرلتاریزه شدن کلی کارگران صنایع دستی و سنف های پا و دهقانان را به طرزی بیش از حد یک جانبه ترسیم کردند. حقیقت این است که این کار تو مترقی و وحشیانه را نیروهای بنیادین رقابت هنوز تکمیل نکردند. خرد برجوازی را سرمایهداری سریعتر از آنکه پرولتاریزه اش کرده باشد منهدم کرده است علاوه بر این دولت بورژوایی مدتها سیاست آگاهانه خود را متوجه حفظ تصنعی اخشار خرد بورژوا کرده است در قطب مقابل رشد تکنولوژی و سازی صنایع بزرگ باعث پیدایش بیکاری مزمن می شود که خود مانع پرولتاریزه شدن خرد برجوازی است. همزمان با آن رشد سرمایهداری باعث شده است که پیدایش خیلی عظیمی از تکنسیان ها، مدیران، کارمندان امور بازرگانی و خلاصه آنچه به اصطلاح طبقه متوسط جدید خوانده می شود، بی اندازه تسریع شود. در نتیجه، طبقات بینابین که مانیفست به ناپدید شدن آنها این همه به سراحت اشاره می کند. حتی در کشوری آن همه صنعتی چون آلمان نیز نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد. لاکن حفظ تصنعی اقشار منسوخ خرد برجوا باعث تسکین تضادهای اجتماعی نمی شود. بلکه برعکس آن تزاد را بدخیم می کند و این وضع به همراه ارتشی دایمی از بیکاران ترین مظهر گندیدگی سرمایهداری شده است. 5. مانیفست شامل ده درخواست در آخر فصل دوم است که با در نظر گرفتن اصر انقلاب در ارتباط با مرحله انتقال مستقیم از سرمایهداری به سوسیالیسم نوشته شدهاند. مارکس و انگلس در پیشگفتار سال 1872 اعلام کردند که بخشی از این درخواست منسوخ شدند و به هر طریق حایز اهمیت ثانوی هستند رفرمیست ها این ارزیابی مارکس و انگلس را قاپیدند و چنین نتیجه گرفتند که درخواست های انتقالی انقلابی برای همیشه جای خود را به برنامه حداقل سوسیال دموکراسی دادند ای که همه می‌دانند از محدوده دموکراسی بورژوایی فراتر نمی رود. واقعیت این است که نویسندگان مانیفست به دقت هرچه تمامتر عمده ترین تصحیح در برنامه انتقالی را در نوشته خود بیان داشتند و آن این بود که طبقه کارگر نمی تواند صرفا دستگاه دولتی را همان طور حاضر و آماده تصاحب کند و آن را برای تحقق اهداف خود به کار گیرد. به عبارت دیگر این تصحیح علیه پرستش بتواره دموکراسی برجوهایی نشانه گیری شده بود. بعدها مارکس در مقابل دولت سرمایهداری دولتی از نوع کمون را قرار داد. بعدها این نوع دولت در شکل واضحتر شوراها متبلور شد. امروزه هیچ برنامه ای نمی تواند انقلابی باشد مگر اینکه شوراها و کنترل کارگری را در بر بگیرد. ما بقیه آن ده درخواست مانیفست که در دوران فعالیت مسالمت آمیز پارلمانی عتیقه به نظر می آمدن. امروزه به طور کامل ارزش واقعی خود را باز یافتند. از طرف دیگر برنامه حداقل سوسیال دموکراسی به طور برگشت ناپذیری کهنه شده است. 6. برای مستدل کردن این پیش بینی که انقلاب برژوایی در آلمان پیش درآمدی خواهد بود بر انقلاب پرولتاریایی که بلافاصله به وقوع خواهد پیوست مانیفست به شرایط فوقالعاده پیشرفته تمدن اروپایی و رشد هرچه بیشتر پرولتاریا اشاره می کند و آن را با آنچه در انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هجدهم وجود داشت قیاس می نماید. اشتباه در این پیش بینی تنها در تاریخ وقوع آن نبود انقلاب سال 1848 در طول چند ماه ثابت کرد که دقیقا در شرایطی پیشرفته تر هیچ کدام از طبقات بورژوا قادر نیستند انقلاب را به سر مقصد قاییش برسانند برجوازی بزرگ و متوسط به قایت از نزدیک به زمینداران وصل هستند و ترس از توده ها دست هایشان را بسته است. خرد و برجوازی بسیار منشعب است و رؤوس رهبریش به برجوازی بزرگ وابسته همانطور که در سراسر مسیر رشد بعدی تاریخ در اروپا و آسیا دیده شده است به طور کلی انقلاب برجوایی دیگر نمیتواند فی نفسه به کمال خود دست پیدا کند. تصفیه کامل جامعه از اباطیل فئودالی تنها به این شرط قابل تصور است که پرولتاریا آزاد شده از نفوذ طبقات برجوهایی به خود را در رأس دهقانان قرار دهد و دیکتاتوری انقلابی خود را مستقر گرداند. بدین ترتیب انقلاب بورژوایی با مرحله اول انقلاب سوسیالیستی گره می‌خورد و متعاقباً در آن مستحیل می گردد. انقلاب ملی حلقه ای از زنجیره انقلاب جهانی می شود. شالوده اقتصادی و همه مناسبات اجتماعی خصلتی پیگیر به خود می گیرد. برای احزاب انقلابی کشورهای عقب افتاده آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا در که ارتباط نظامند بین انقلاب دموکراتیک و دیکتاتوری پولتاریا و در نتیجه انقلاب سوسیالیستی جهانی مسئله مرگ و زندگی است. هفت گرچه مانیفست نشان می دهد که سرمایهداری چگونه کشورهای عقب افتاده و کشورهایی را که در بربریت به سر می برند به حریم گرداب خود می کشاند. لیکن به مبارزات استقلال طلبانه کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره اشاره ای نمی کند. از آنجا که مارکس و انگلس انقلاب اجتماعی را دست کم در کشورهای مرکزی متمدن طی چند سال بعد عملی می شمردند. لذا مسئله استعمار از نظر آنان به خودی خود حل شده بود. البته نه در نتیجه جنبش استقلال طلبانه ملل ستم دیده بلکه در نتیجه پیروزی پولتاریا در مراکز اصلی سرمایه داری به همین دلیل مسایل مربوط به استراتژی انقلابی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به هیچ نحو در مانیفست بررسی نشده است حال آنکه این مسایل راه حل مستقلی را می طلبد. مثلا این کاملا بدیهی است که گرچه شعار سرزمین ملی اجدادی و به حلاکت بارترین ترمز تاریخی در کشورهای پیشرفته سرمایهداری گردیده است لاکن در کشورهای عقب ماندهی که مجبور به مبارزه در راه موجودیت مستقل خود هستند این شعار در مقایسه هنوز عاملی مترقی به شمار می آید مانیفست اعلام می کند که کمونیست ها در همه جا از تمام جنبش های انقلابی علیه نظام اجتماعی و سیاسی موجود حمایت می کنند. جنبش ملل رنگین پوست علیه ستمگران امپریالیستیشان یکی از مهمترین و نیرومندترین نهضت ها علیه نظام موجود است و به همین دلیل نیازمند حمایت کامل بدون قید و شرط و نامحدود پرولتاریای نژاد سفید پوست است. افتخار طرح و تدوین استراتژی انقلابی برای ملیت‌های ستم دیده بیش از همه به لنین تعلق دارد. 8 کهنه شده ترین بخش مانیفست نه از نظر روش بلکه از نظر مطلب انتقاد از ادبیات سوسیالیستی نیمه اول قرن نوزدهم و تعریف موضع کمونیست ها نسبت به احزاب مختلف اپوزیسیون است. جنبش و احزاب یاد شده در مانیفست را انقلاب 1848 و یا ضد انقلاب متعاقبش چنان در هم که حتی برای پیدا کردن نام آنها باید به لغتنامه تاریخی مراجعه کنیم. با وجود این شاید در این بخش نیز امروز مانیفست به ما نزدیکتر باشد تا به نسل گذشته در عصر شکوفایی بین الملل دوم هنگامی که به نظر می آمد مارکسیسم سیطره یک پارچه دارد می شود تصور کرد که عقاید سوسیالیسم پیش از مارکسیسم قطعا پشت سر گذاشته شدند امروز و فرق کرده است تلاشی سوسیالیسم دموکراسی و بین کمونیسم در هر قدم عقب نشینی های ایدئولوژیکی را می آفرینه. انگار اندیشه پیران سران سوقه تفلانه گرفته است. پیامبران اصر زوال در جستجوی فرمول های نجات بخش مجددا نظریه هایی را کشف می کنند که سوسیالیسم علمی دیر زمانی پیش از این دفنشان کرده است. و اما از حیث مسئله احزاب اپوزیسیون باید گفت که در این قلم رو دهه های سپری شده دگرگونی های عمیقی به وجود آوردند. نه تنها بدین معنی که احزاب گذشته به وسیله احزاب جدید به خارج از گود رانده شده اند بلکه همچنین بدین معنی که سرشت اساسی این احزاب و روابط متقابل آنان در شرایط اصر امپریالیستی سخت دگرگون شده است. هم از این روز که باید مانیفست با اهم مدارک چهار کنگره اول بین الملل کمونیست، ادبیات بنیادی بلشویز و تصمیمات کنفرانس های بین الملل چار روم پربارتر شود. پیش از این گفتیم که به نظر مارکس هیچ نظام اجتماعی از صحنه خارج نمی شود مگر آنکه نخست تمام ظرفیت های نهفته خود را فرسوده ساخته باشد. حال آنکه حتی یک نظام منسوخ اجتماعی هم بدون مقاومت جای خود را به نظام جدیدی نمی دهد. دگرگونی در رژیم های اجتماعی مستلزم شدیدترین اشکال مبارزه طبقاتی یعنی انقلاب است. اگر به دلایلی پرولتاریا نتواند نظام فرسوده برجوایی را با ضربه ای کاری سرنگون کند آنگاه سرمایه مالی در مبارزه برای حفظ سلطه متزلزل خود چاره ای ندارد جز اینکه که خرد برجوازی ویران شده و دست از امید شسته را بدل به ارتش کشدار جمعی فاشیسم کند انحطاط برجوهایی سوسیال دموکراسی و انحطاط فاشیستی خرد برجوازی مثل علت و معلول به هم پیوستند در حال حاضر بین الملل سوم به مراتب بی حیاتر از بین الملل دوم در تمام کشورها به اجرای وظیفه فریب دادن و معیوز ساختن رنجبران گردن نهاده است با کشتار پیشتاز پرولتاریای اسپانیا مزدوران افسار مسکو نه تنها راه را برای فاشیسم آماده می کنند بلکه حتی بخش عظیمی از وظایفش را هم انجام می دهند. بحران طولانی شده انقلاب جهانی که بیش از پیش بدل به بحران فرهنگی بشری می شود اساساً به بحران رهبری انقلابی خلاصه می شود. به عنوان وارث یک سنت بزرگ که مانیفست حزب کمونیست گرانبهاترین حلقه آن است بین الملل چهارم کادرهای تازه نفس را برای انجام وظایف دیرینه تربیت می کند. تئوری واقعیت تعمیم یافته است. در برخورد صادقانه با تئوری انقلابی کششی پرشور برای تجدید بنای واقعیت اجتماعی متجلی است. این نکته که در منطقه جنوبی قاره سیاه هم فکران ما نخستین کسانی بودند که مانیفست را به زبان افریکان تجربه کردند. نمودار این واقعیت است که اندیشه مارکسیستی امروز تنها در زیر پرچم بین الملل چهارم زنده است. آینده بدان تعلق دارد. هنگامی که یک سال تولد مانیفست کمونیست جشن گرفته شود، بین الملل چهارم تنها نیروی قاطع انقلابی بر روی زمین خواهد بود. شبهی در اروپا سیر می کند. شبه کمونیست. تمام قدرت های اروپای کوهن، پاپ و تزار، مترنیخ و گزوت، رادیکال های فرانسه و پلیس مخفی آلمان در اتحادی مقدس گرد آمدند تا خود را از چنگ این شبه خلاص کنند. کجاست حزب آپوزیسیونی که رقبای صاحب قدرتش بدان برچسب کمونیست نزده باشند؟ کجاست آپوزیسیونی که به نوبه خود داغ تهمت کمونیسم را بر احزاب پیشرفته تر اپوزیسیون و نیز به حریفان مرتجع خود نزده باشد. از این واقعیت دو نتیجه حاصل می شود. یک تمام قدرت های اروپا اکنون پذیرفتند که کمونیسم خود یک قدرت است. دو اکنون زمان آن فرا رسیده است که کمونیست ها نظریات اهداف و گرایش های خود را آشکارا و در برابر چشم همه جهانیان منتشر نمایند و با صدور بیانیه خود حزب با این افسانه کودکانه شبه کمونیسم مقابله کنند برای تحقق این هدف کمونیست های ملیت های مختلف در لندن گرد آمده و طرح بیانیه زیر را ریختند تا به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، فنلاندی و دانمارکی انتشار یابد. بخش اول ها و پرولترها پاورقی یک قرض از برجوازی عبارت است از طبقه سرمایه داران عصر حاضر صاحبان ابزار تولید اجتماعی و کارفرمایان کارگران دستمزدی قرض از پرولتاریا طبقه کارگران دستمزدی عصر حاضر است که چون از خود هیچ گونه ابزار تولید ندارد مجبور است برای ادامه زندگی به فروش نیروی کار خود تن در دهد تاریخ تمام جوامعی که تا کنون وجود داشته تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است آزاده و برده خاص و عام ارباب و رعیت استادکار و شاگرد خلاصه ستمگر و ستم دیده پیوسته در برابر یکدیگر سفارایی کرده و بیوقفه به کشمکشی گاه نهان و گاه آشکار ادامه دادن کشمکشی که یا به تجدید سازمان انقلابی سراسر جامعه منجر شده و یا به نابودی تو امان طبقات متخاصم انجامیده است در اعثار اولیه تاریخ تقریبا در همه جا به تقسیم بندی پیچیده اجتماع به سنوف مختلف و سلسله مراتب تشکیل شده از چندین رده از مقامات اجتماعی برمیخوریم در روم باستان خواص را داریم سرکردگان قشون عوام و بردگان در قرون وسطا اربابان فعودال داریم تیولها استادکاران شاگردان کاراموزان و رعایا و تقریبا در همه این طبقات مجددا به ردبندی های فرعی تری برمیخوریم جامعه جدید بورژوایی که از میان ویرانه های جامعه فعودالی سر برکشیده تضادهای طبقاتی را از بین نبرده است. این جامعه فقط موفق شده است که طبقات جدید شرایط جدید ستم و اشکال جدید مبارزه را جانشین طبقات، شرایط و اشکال کهنه کند با وجود این اصر ما یعنی اصر برجوازی که دارای ویژگی بارزی است خاص خود این عصر تخاصمات طبقاتی را کشف کرده است جامعه به طور کلی بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ متخاصم یعنی به دو طبقه بزرگ که مستقیما رویا روی یکدیگر ایستادهاند هن تقسیم شده است برژوازی و پرولتاریا از میان رعایای قرون وسطا شهروندان آزاد شده نخستین شهرهای منشوردار برخواستند از میان این شهروندان نخستین عناصر برژوازی شکل گرفتند و رشد کردند کشف آمریکا و نیز یافتن راه دریایی دور آفریقا از طریق دماغه امید نیک عرصه این نوین بر برجوازی نوپا گشود بازارهای هند شرقی و چین استعمار آمریکا تجارت با مستعمرات افزایش وسایل مبادله و افزایش کالاها در کل تحرکی بی سابقه به تجارت و دریانوردی و صنعت داد و از این طریق باعث رشد و نمو و سریع عنصر انقلابی در جامعه متزلزل فئودالی شد. نظام فئودالی صنعت که در سایه آن تولید صنعتی در انحصار سنوف دربسته بود، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روزافسونه بازارهای جدید نبود. سیستم تولید کارگاهی جای سیستم قبلی را گرفت. استادکاران به وسیله طبقه متوسط تولید کارگاهی به کنار رانده شدند. تقسیم کار سنفی بین سنفهای مختلف به هم پیوسته در تقابل با تقسیم کار ایجاد شده در درون هر کارگاه ناپدید شد. در این حین بازارها همچنان رشد کردند و میزان تقاضا پیوسته بالا رفت. حالا دیگر حتی کارگاه هم تکافو نمی کرد. دیری نگذشت که بخار و ماشین در صنعت انقلاب بپا کردند. جای کارگاه ها را صنعت قولپیکر مدرن و جای طبقه متوسط صنعتی را میلیونرهای صنعتی رهبران کل ارتش صنعتی یعنی بورژواهای مدرن گرفتند. صنعت مدرن بازار جهانی را ایجاد کرد بازاری که کشف آمریکا راه پیدایش آن را هموار ساخت این بازار باعث رشد فوقالعاده تجارت دریانوردی و ارتباط از طریق خشکی شد این رشد به نوبه خود بر توسعه صنعت اثر گذاشت و به همان نسبت که صنعت تجارت دریانوردی و راههای آهن گسترش پیدا کردند برژوازی نیز رشد یافت سرمایه خود را افزایش داد و هر طبقه ای را که از قرون وسطا باقی مانده بود از صحنه عمل بیرون راند بدین طریق میبینیم که چگونه برجوازی مدرن خود محصول یک سیر طولانی رشد و توسعه و یک سلسله انقلاب در شیوه های تولید و مبادله بوده است هر گام در رشد برجوازی پیشرفت سیاسی متناسبی را برای آن طبقه به همراه داشته است برژوازی که خود در زمان تسلط اشرافیت فعودالی طبقه ای ستم دیده بود و در کمون قرون وستایی سازمانی مسلح و مستقل بود در جایی مانند ایتالیا و آلمان جمهوری شهری مستقل بود و در جای دیگر مانند فرانسه طبقه سومی بود که به سلطنت مالیات پرداخت می کرد و بعد در دوران تولید کارگاهی در خدمت دستگاه نیمه فعودالی و یا سلطنت مطلقه و عامل تعامل در مقابل با اشرافیت بود و در واقع به طور کلی حکم سنگ بنای سلطنت های بزرگ را داشت. اینک همین برجوازی پس از استقرار صنعت مدرن و بازار جهانی سرانجام توانسته است در دولت انتخاباتی جدید حاکمیت سیاسی مطلق به دست آورد قوه مجریه دولت مدرن چیزی نیست جز هیئتی برای اداره امور جمعی کل برژوازی برژوازی از نظر تاریخی نقشی فوقالعاده انقلابی ایفا کرده است برژوازی هر جا که بر کل امور مسلط شده است بر سراسر مناسبات فئودالی پدروارانه و باصفا خط بطلان کشیده است برجوازی با شقاوت تمام علایق معجون فعودالی را که انسان را به سروران طبیعیش پیوند میزد از هم گسسته و بین انسان و انسان به جز پیوند منافع شخصی صرف و پرداختهای نقدی بیاتفه هیچ پیوند دیگری باقی نگذاشته است برجوازی ملکوتی ترین جذبه های حیجان مذهبی شور و حرارت جوانمردی و احساسگرایی بدوی را در آبهای یخ حسابگری های خودپرستانه غرق کرده است. گرژوازی ارزش شخص انسان را بدل به ارزش مبادله کرده و به جای آزادی های مجاز فست ناپذیر و بیشمار تنها یک آزادی بیپروا را نشانده است یعنی تجارت آزاد در یک کلام برجوازی استثمار برهنه بیشرمانه مستقیم و صبحانه را در جای استثماری نشانده است که در زیر پرده اوهام مذهبی و سیاسی به عمل می آمد از تمام حرفه هایی که قبلا شریف شمرده می شدند و اعجاب تو هم با احترام مردم را بر می سلب حرمت و شخصیت کرده است پزشک، قاضی، کشیش، شاعر و دانشمند را به خدمتگزاران اجیر و مزبگیرش بدل کرده است. برجوازی لفاف احساساتی خانواده را از چهره آن برگرفته. مناسبات خانوادگی را به مناسبات پولی سر تقلیل داده است. برجوازی فاش کرده است که چگونه زورنمایی های خشن قرون وسطا چیزی که مرتجعین این همه از آن ستایش می کنن، مکمل مناسب تناسایی بی حد و حسابشان بود. برجوازی نخستین عاملی است که نشان داده فعالیت انسان چه شگفتی ها که می تواند بیافریند. برجوازی عجایبی پدید آورده که به مراتب برتر از اهرام مصر، آبراههای روم و کلیساهای گوتیک است. برجوازی بسیج را دامن زده که بر تمام لشکرکشی‌های های پیشین ملل و جنگ های صلیبی سایه افکنده است. بورژوازی نمیتواند بدون ایجاد انقلاب دایمی در ابزار تولید و در نتیجه در مناسبات تولید و توأم با آنها در کل مناسبات اجتماع به حیات خود ادامه دهد در صورتی که برعکس حفظ شیوه های کهن تولید به صورت تغییر نیافتهش اولین شرط ادامه حیات برای همه طبقات صنعتی پیش از برجوازی بود. انقلاب دایمی در تولید متلاطم کردن پی در پی تمام مناسبات اجتماعی عدم اطمینان و آشفتگی بیوقفه عواملی هستند که اصر برجوازی را از تمام اعصار قبلی متمایز می‌سازند. تمام مناسبات تثبیت شده و منجمد با سلسله تعصبات و اعتقادات قدیمی و مقدس خود کنار زده می شوند و کلیه مناسباتی که به تازگی به وجود آمده پیش از آنکه قوام بگیرند منسوخ می شوند آنچه جامد و منسجم است تبخیر می شود و به هوا می رود آنچه مقدس است به کف می انجامد و بشر سرانجام مجبور است با حواس جمع با شرایط واقعی زندگی خود و مناسبات خود با هم نوعش روبرو شود نیاز به یک بازار در حال گسترش برای محصولاتش برژوازی را به سراسر مناطق زمین کشان برجوازی باید به هر سوراخ سنبه ای سر بکشد در همه جا مستقر شود و با همه رابطه برقرار کند برجوازی از طریق استثمار بازار جهانی به تولید و مصرف در تمام کشورها خصلت همه جهانی داده است و به رغم آه و ناله سوزناک مرتجعین پایگاه ملی را از زیر پای صنعت که بر آن ایستاده بود بیرون کشیده است تمام صنایع ملی قدیمی یا نابود شدهاند و یا هر روز به نابودی کشیده می‌شوند. آن صنایع ملی کهن را صنایع جدید جاکن کرده به دور ریختن و اکنون آشنایی با صنعت جدید برای تمام کشورهای متمدن بدل به مسئله مرگ و زندگی شده است صنایع جدید دیگر از مواد خام وطنی استفاده نمی کنن بلکه ماده خام را از دورترین نقاط عالم به سوی خود جذب می کنن. و محصولات این صنایه نه فقط در کشوری که تولید می شود، بلکه در هر گوشه عالم به مصرف می رسند. به جای نیازهای قدیمی که تولیدات یک کشور پاسخگوی آنها بود، به نیازهای جدیدی برمیخوریم که مرتفع کردن آنها احتیاج به محصولات سرزمینها و اقلیمهای دوردست دارد. به جای ازلتگزینی محلی و ملی قدیم و به جای خودکفایی اینک با ارتباط همه جانبه و تعامل همه ملل جهان با هم مواجهیم و این نه تنها بر قلم روی مادی بلکه بر تولید فکری نیز حاکم شده است آثار فکری هر یک از ملل جهان بدل به دارایی جمعی جهانیان شده است تکروی و تنگ نظری ملی بیش از پیش غیر ممکن می گردد و از میان ادبیات ملی و محلی بیشمار اینک چیزی به نام ادبیات جهانی در حال خیزش است برجوازی از طریق بهبود سریع همه ابزار تولید و از طریق ایجاد وسایل ارتباطی فوقلاد سهل الوصول همه جهانیان حتی غیر متمدن ملل را به داخل حریم تمدن میکشاند. قیمت ارزان کالاهای برجوازی به مسابه توپهای سنگینی است که هر گونه دیوار چین را در هم می و بدین طریق نفرت فوقلاد سرسختانه ملل غیر متمدن نسبت به بیگانگان را مجبور به تمکین می کند. همه ملل جهان را از بیم مرگ و نیستی مجبور می کند شیوه برجوهایی تولید را پیش گیرند و آنان را مجبور می کند آنچه را برجوازی تمدن مینامد بپذیرند یعنی تبدیل به برجوا بشوند برجوازی در یک کلام جهانی میسازد که مبتنی بر انگاره خود از جهان است برجوازی روستا را تابع حاکمیت شهرها کرده است توانسته است شهرهای عظیم به پا کند جمعیت شهری را نسبت به جمعیت روستا افزایش دهد و بدین ترتیب بخش متنابهی از جمعیت را از بلاحت زندگی روستایی رهانیده است همان گونه که روستا را تابع شهرها کرده کشورهای غیر متمدن و نیمه متمدن را تابع کشورهای متمدن ملل روستایی را تابع ملل برجوهایی شهر را تابع غرب کرده است. برجوازی بیش از پیش پراکندگی جمعیت، پراکندگی ابزار تولید و پراکندگی مالکیت را از بین می برد. جمعیت را متراکم کرده، ابزار تولید را متمرکز ساخته و مالکیت را در دست ادهی محدود متمرکز کرده است. پیامد ضروری این کار تمرکز سیاسی است. های مستقل و یا ایالتهای بسوسی به یکدیگر پیوسته با علایق، قوانین، حکومتها و ضوابط مالیاتی جداگانه در داخل کشور واحدی یک کاسه شده و منجر به ایجاد حکومت واحد، قانون واحد، منافع ملی طبقاتی واحد مرزهای واحد و تعرفه های گمرکی واحد شده است. برجوازی در عرض کمتر از 100 سال سیادت خود توانسته است نیروهای تولیدی عظیمتر و حیولاتر از حاصل جمع همه نیروهای تولیدی نسلهای گذشته بیافریند. رام کردن نیروهای طبیعت در مقابل انسان، کاربرد ماشینالات کاربرد شیمی در صنعت و کشاورزی، کشتی بخار، راه آهن، تلگراف برقی، آماده سازی کل قاره ها برای کشاورزی، کانال میان رودخانه ها و رشد جمعیتی که گویی از اعماق زمین می جوشن. در کدام قرن پیش از قرن ما می شد تصور کرد که نیروهای تولیدی ای از این دست در بطن کار اجتماعی نهفته باشد. پس می بینیم که ابزار تولید و مبادله که برجوازی خود را بر پایه آنها برافراش در جامعه فودالی زاده شده بود. در یکی از مراحل رشد این ابزار تولید و مبادله شرایط تولید و مبادله در جامعه فودالی و ساختار کشاورزی و صنعت کارگاهی فودالی خلاصه مناسبات فعودالی مالکیت دیگر نتوانست خود را با نیروهای تولیدی رشد کرده وفق دهد و به همین دلیل تبدیل به قل و زنجیر شد که باید این زنجیرها پاره پاره می شدن و چنین شد رقابت آزاد همراه با یک قانون اساسی اجتماعی و سیاسی مناسب و همراه با سلطه اقتصادی و سیاسی طبقه برجوها جای آن مناسبات فعودالی را گرفت. اینک نهضتی مشابه در برابر چشمان خودمان در جریان است جامعه جدید بورژوایی با مناسبات تولید مبادله و مالکیتش یعنی جامعه ای که ابزار تولید و مبادله این چنین معظم خلق کرده است به ساحره ای که قدرت را به وسیله افسونهایش از زیر زمین فرا که دیگر قادر نیست کنترل کند تاریخ صنعت و تجارت طی چند دهه گذشته چیزی نبوده است جز تاریخ قیام نیروهای مدرن تولید علیه شرایط مدرن تولید یعنی علیه مناسبات مالکیتی که شرایط ادامه حیات برجوازی و سیادت آن را تضمین کرده است کافی است اشاره کنیم به بحرانهای تجاری که با بازگشت ادواری هر بار تهدیدآمیزتر از پیش موجودیت سراسر جامعه بورژوایی را به بوته آزمایش می‌گذارد در این بحران‌ها نه تنها بخش عظیمی از محصولات موجود بلکه بخشی از نیروهای تولیدی که قبلا خلق شدهاند به طور ادواری معدوم می‌شوند در این بحران‌ها ناگهان مرض واگیرداری شیوع پیدا می‌کند که امکان شیوعش در اعثار قبل محال و غیر قابل تصور به نظر می آمد. یعنی مرض واگیرداره اضافه تولید. جامعه ناگهان خود را در یک وضع بازگشت آنی به بربریت می آبد. چنین به نظر می رسد که قحطی یا یک جنگ خانمان سوز همه جاگیر جریان تمام وسایل ادامه حیات را قطع کرده و انگار صنعت و تجارت منهدم شده است و چرا به دلیل آنکه جامعه دچار وجود تمدن زیادی و سایل امرار معاش زیادی صنعت زیادی و نیز دچار وجود تجارت زیادی شده است نیروهای تولیدی که در اختیار جامعه است دیگر نمیتواند برای رشد شرایط مالکیت برجوهایی به کار آید بلکه برعکس آن نیروها برای این شرایط بیش از حد قدرتمند شده اند. شرایط مالکیت برجوهایی نیروهای تولیدی را به زنجیر کشانده اند و همین که آن نیروها این زنجیر را پاره کنند سراسر جامعه برجوهایی دچار آشفتگی می شود. و موجودیت مالکیت برجوهایی به خطر می افتد. شرایط جامعه برجوهایی محدود تر از آن است که ثروت تولید شده در این شرایط را در دل خود جای دهد. پس برجوازی بر این بحرانها چگونه فایق می آید؟ از یک سو از طریق انهدام اجباری انبوهی از نیروهای تولیدی و از سوی دیگر با تسخیر بازارهای جدید و استثمار هرچه بیشتر و کاملتر بازارهای قدیمی یعنی با هموار کردن راه برای بحرانهای گسترده تر و مخربتر و با کاهش وسایلی که با آنها میتوان جلوی بحرانها را گرفت همان سلاحها که بورژوازی به وسیله آنها فئودالیسم را سرنگون کرد اکنون علیه خود برجوازی دست به کار شدند. لکن برجوازی نه تنها سلاحهایی را که منجر به مرگ خودش خواهد شد خلق کرده بلکه سبب شده است انسانهایی به وجود آیند که آن سلاحها را به کار خواهند برد یعنی طبقه کارگر نوین یعنی پرولتاریا و همان نسبتی که برژوازی یعنی سرمایه رشد می کند. پرولتاریا یعنی طبقه کارگر مدرن نیز گسترش مییابد طبقه از زحمتکشان که فقط تا موقعی زنده اند که کار پیدا کنند و فقط موقعی کار پیدا می که کارشان سرمایه را افزایش دهد این زحمتکشان که باید خود را تکه تکه بفروشند مثل بقیه اقلام تجاری نوعی کالا محسوب می شوند. و در نتیجه آنان نیز دستخوش تمام تغییرات مربوط به رقابت و تمام نوسانات مربوط به بازار می کار پرولتاریا به علت استفاده وسیع از ماشین و تقسیم کار خصلت فردی خود را از دست داده در نتیجه تمام جذابیت کار از کارگر دریغ شده است بدین وسیله کارگر تبدیل به ای بر ماشین می شود و آنچه از او خواسته می شود فوتوفنی است از همه ساده تر یک نواختر و کاری که فوتوفنی ندارد در نتیجه هزینه تولید یک کارگر در مجموع تقریبا محدود می شود و تأمین وسایل امرار معاشش وسایلی که کارگر برای حیات خود و تولید مثلش بدان نیازمند است لاکن قیمت یک کالا از جمله قیمت نیروی کار یک کارگر با هزینه تولید آن مساوی است به همین دلیل به همان نسبت که کار انزجار آمیزتر می شود دست پایین تر می آید و از آن هم فراتر به همان نسبت که استفاده از ماشین و تقسیم کار افزایش می یابد بار سنگین کار طاقت فرسا هم بیشتر می شود خواه از طریق افزایش ساعات کار از طریق افزایش مقدار کار در یک زمان معین و یا از طریق افزایش سرعت ماشین و غیره صنعت مدرن کارگاه کوچک استادکار پدرانه را بدل به کارخانه بزرگ سرمایهدار صنعتی کرده است توده های کارگران انباشته در یک کارخانه به گونه ای سازماندهی می شوند که مشابه سازمان سربازان است. کارگران سربازهای صفر ارتش صنعتی تحت فرمان سلسله مراتب کاملی از افسران و درجه داران در می آین. کارگران نه تنها بردگان طبقه برژوا و دولت برژوایی هستند بلکه هر روز و هر ساعت به وسیله ماشین و مراقب و از همه بالاتر به وسیله خود صاحب کارخانه برجوا به بردگی کشیده می شوند. این خودکامگی هر قدر آشکارتر سوجویی را هدف و مقصودش قرار دهد به همان اندازه حقیرتر، نفرت و دردناکتر می شود. هر مهارت و قدرت جسمانی در کار یدی کمتر شود یعنی هر صنعت مدرن پیشرفته تر باشد به همان اندازه جای کار مردان را کار زنان می گیرد. تفاوت سن و جنسیت دیگر اعتبار اجتماعی خاصی برای طبقه کارگر ندارد. همه ابزار کار هستند و بر حسب سن و جنسیتشان یکی کمی ارزانتر است و دیگری کمی گرانتر. همین که صاحب کارخانه استثمارش را خاتمه داد و کارگر دستمزد نقدیش را دریافت کرد بیدرنگ سایر بخش های یعنی صاحبخانه خانه، مغازدار و غیره به جان کارگر می افتند. های پایین طبقه متوسط، کسبه خورده پا، مغازداران و به طور کلی کسبه از گود شده، کارگران صنایع دستی و دهقانان، همه این لایه ها به تدریج به جمع پرولترها رانده می شوند. یکی از دلایلش این است که سرمایه ناچیز آنان در سطحی نیست که به توان صنعت مدرن را احداث و نگهداری کرد و در نتیجه در رقابت با سرمایه داران بزرگ خورد و نابود می شوند. دلیل دیگر اینکه مهارت تخصصی آنان ارزش و کاربرد خود را در برابر شیوه های جدید تولید از دست می دهد. بدین ترتیب پولتاریا از میان تمام طبقات مردم سربازگیری می شود. از مراحل مختلف رشد می گذرد مبارزش را با برجوازی از همان بد تولدش آغاز می شود. مبارزه کارگران در آغاز به صورت انفرادی و بعد به صورت کارگران یک کارخانه و بعد به صورت کارگران یک سنف تولیدی در یک محل علیه آن فرد برژوا که مستقیما استثمارشان می کند صورت می گیرد. آنان حملات خود را متوجه شرایط برژوازی تولید نمی کنند، بلکه علیه خود ابزار تولید به مبارزه می پردازند. آنان ابزار وارد شده را که با کار آنان رقابت می کند از بین می برند. ماشینالات را می شکنند و خرد می کنند. کارخانه ها را به آتش می و می تا منزلت از بین رفته کارگر قرون وسطا را با زور از نو زنده کنند. کارگران در این مرحله هنوز توده نامنسجمی را تشکیل می دهند که در سراسر کشور پراکنده هن و بر اثر رقابت با همدیگر متفرق هستند. اگر آنان در جایی متحد شوند تا گروههای های فشرده تری تشکیل دهند هنوز در نتیجه اتحاد فعالانه خودشان نیست بلکه ناشی از اتحاد برجوازی است برجوازی طبقه است که برای رسیدن به هدفهای سیاسی خود مجبور از تمام پرولتاریا را به حرکت درآورد و برای مدتی قادر به ایجاد چنین تحرکی نیز هست به همین دلیل پرولتاریا در این مرحله با دشمن خود نمی جنگد بلکه با دشمنان دشمن خود یعنی بازماندگان سلطنت مطلقه زمینداران برجوازی غیر و خرد برجوازی می جنگد بدین ترتیب کل این حرکت تاریخی در دست برجوازی متمرکز است و هر پیروزی هم که از این راه به دست آید پیروزی برای برژوازی است ولی با رشد صنعت نه تنها تعداد افراد پرولتاریا افزایش مییابد بلکه پرولتاریا در توده های بزرگتری متراکم می و بر قدرتش افزوده می و خود نیز این قدرت را بیشتر احساس می منافع گوناگون و شرایط زندگی در داخل صفوف پرولتاریا بیش از پیش همسان می شود. به مقیاسی که ماشین تمام بچه تمایزات نیروی کار را از بین می برد و دستمزدها را تقریبا در همه جا به یک سطح پایین و همسان تقلیل می دهد. رقابت روزافزون در میان برژواها و بحرانهای تجاری ناشی از آن دستمزد کارگران را همواره دچار نوسان بیشتری می کند. ابداع و تکامل بیوقفه ماشینالات که با سرعت هرچه بیشتر ادامه مییابد معاش کارگران را بیش از پیش به مخاطره میاندازد و تصادم بین فرد فرد کارگران و فرد فرد ها بیش از پیش جنبه تصادم بین دو طبقه را به خود میگیرد در این زمان کارگران در برابر ها شروع به تشکیل سازمانه اتحادیه های کارگری می کنن. کارگران دست به دست هم می دهن تا سطح دست را بالا نگه دارند و تشکل های دایمی درست می کنن تا خود را از پیش برای منازعات احتمالی و پراکنده آماده کرده باشند و آن وقت در این سوی و آن سوی منازعه بدل به شورش می شود. گاه به گاه کارگران پیروز می شود. ولی پیروزی موقتی است. ثمره واقعی مبارزات کارگران نه در یک نتیجه فوتی و فوری، بلکه در اتحاد روبه گسترش آنان نهفته نه است. وسایل پیشرفته ارتباطی که صنعت جدید به وجود آورده و کارگران نقاط مختلف را به یکدیگر نزدیک می کند به اتحاد کارگران یاری می رساند. تنها به همین افزایش تماس احتیاج بود تا مبارزات محلی عدیده که همه جا خصلتی همگون دارند به شکل مبارزه میان طبقات در سطح ملی درآید لکن هر مبارزه طبقاتی مبارزه ای سیاسی است و آن وحدتی که شهرنشین های قرون وسطا با آن کور راه هایشان پس از قرنها به دست آورند پرولتاریای مدرن می تواند در سایه راه آهن در عرض چند سال به دست آورد. این تشکل پرولتاریا به صورت یک طبقه و تشکل متعاقب آن به صورت حزب سیاسی پیوسته از طریق رقابت میان خود کارگران نیز مختل می شود. اما این تشکل مرتب قوی تر و مستحکم تر و نیرومندتر از پیش سر بر می آورد. و با استفاده از تفرقه موجود در میان خود برجوازی مراجع قانونگذاری را مجبور می کند که منافع خاص کارگران را به رسمیت بشناسند. بدین ترتیب بود که لایحه ده ساعت کار روزانه در پارلمان انگلستان به تصویب رسید. در مجموع تصادمات میان طبقات جامعه قدیم به طرق مختلف مسیر رشد پرولتاریا را هموار می سازد. برجوازی خود را درگیر نبردی دایمی می آبد. نخست نبرد با اشرافیت، بعدها نبرد با بخشهایی از خود برجوازی، بخشهایی که منافع آنها با پیشرفت صنعت در تضاد قرار گرفته است و در همه حال نبرد با برجوازی کشورهای دیگر. برجوازی در تمام این نبردها مجبور می شود به پرولتاریا متوسل شود. از او کمک بخواهد و بدین ترتیب پرولتاریا را به وسط گود سیاست بکشاند. خود برجوازی به همین دلیل عناصر تربیت سیاسی و تربیت عمومی پرولتاریا را در اختیارش می گذارد. به عبارت دیگر برجوازی سلاح های لازم را در اختیار پرولتاریا قرار می دهد تا با خود برجوازی بجنگد. علاوه بر این همانطور که پیش از این دیدیم بخش های کاملی از طبقات حاکم با رشد صنعت به داخل پرولتاریا رانده می شوند. یا دست کم از نظر شرایط زندگی به خطر می افتند. اینها نیز عناصر تازه ای از روشنگری و پیشرفت را برای پرولتاریا به ارمغان می آورند. سرانجام در مواقعی که مبارزه طبقاتی به ساعت محتوم خود نزدیک می شود جریان تجزیه و تلاشی داخل صفوف طبقه حاکم و در واقع در داخل گستره جامعه قدیم چنان حاد و فاحش می شود که بخش کوچکی از طبقه حاکم پیوند خود را با آن قطع می کند و به طبقه انقلابی می پیوندد طبقه ای که آینده از آن اوست بنابراین درست همان گونه که بخشی از اشرافیت در دوره قبل به برژوازی پیوستند اکنون بخشی از برژوازی به ویژه بخشی از اندیش پردازان برژوا ایدولوک هایی که درک نظریشان تا شناخت حرکت عمومی تاریخ ارتقا یافته است به پرولتاریا می از میان تمام طبقاتی که امروز رو در روی برجوازی ایستادهاند. در حقیقت تنها پرولتاریا طبقه است انقلابی بقیه ای طبقات فرو می پاشند و در نهایت در برابر صنعت مدرن محو می شوند پرولتاریا آفریده ویژه و ضروری صنعت جدید است لایه های زیرین طبقه متوسط، صاحبان کارگاه های کوچک، کاسبکاران، صنعتگران، دهقانان همه با برجوازی مبارزه می کنند تا هستی خود را به عنوان بخشی از طبقه متوسط از فنا نجات دهند. بنابراین آنان انقلابی نیستند بلکه محافظ کار هستند بلکه فراتر از آن گروهی مرتجعند زیرا میکوشند گردونه تاریخ را به عقب بچرخانند اگر بر حسب تصادف انقلابی می شوند تنها به خاطر آن است که انقریب به داخل پرورتاریا رانده خواهند شد از همین رو آنان نه از منافع امروزی خیش بلکه از منافع آینده خود دفاع می کنند آنان از پایگاه خود دست میکشند تا خود را در پایگاه پرولتاریا قرار دهند طبقه خطرناک آنتوفاله اجتماعی یعنی ارازل و اوباش آن توده گندیده منفعل که از تحتانی ترین اقشار جامعه قدیم به سطح جامعه رانده شده ممکن است اینجا و آنجا به وسیله انقلاب پرولتاریایی به داخل جنبش کشانده شود لکن باید دانست که شرایط زندگیش آن را بیشتر برای ایفای نقش مزدور جیرخار در خدمت دسیسه های ارتجایی آماده می کند. در اوضاع و احوال پرولتاریا تنها به طور کلی متعلق به جامعه کهن می باشد. دیگر عملا از میان رفته است. در اوضاع و احوال پرولتاریا آنچه به طور کلی متعلق به جامعه کهن می باشد دیگر عملا از میان رفته است. پرولتاریا فاقد مالکیت است. رابطه او با زن و فرزندانش دیگر وجه مشترکی با روابط خانوادگی بورژوایی ندارد. کار صنعتی مدرن قید بندگی سرمایه مدرن همان که به طور یکسان در انگلستان، فرانسه، آمریکا و آلمان وجود دارد کلیه نشانه های خصلت ملی را از پرولتاریا گرفته است. قانون، اخلاق، مذهب، برای او چیزی جز تعصبات برجوهایی نیستند و به تعداد همین تعصبات در پشت سر آنان منافع برجوهایی در کمین نشسته است. تمام طبقات پیشین به محض اینکه در موقعیت برتر قرار می گرفتند به محض کسب قدرت تلاش می کردن تا موقعیت به دست آورده را از طریق تحمیل شرایط مالکیت خود بر سراسر جامعه مستحکم کنند. پرولتاریا نمیتواند در مسند حاکمیت نیروهای تولیدی جامعه قرار گیرد مگر آنکه شیوه قبلی مالکیت حاکم بر خود و همینطور کلیه شیوه های مالکیت حاکم بر گذشته را ملغا کند. پرولتاریا از خود چیزی ندارد تا حفظ و تقویتش کند بلکه رسالتش عبارت است از نابود کردن تمامی آنچه تا کنون مالکیت خصوصی را حفظ و تأمین می کرد. تمام جنبش های تاریخی پیشین یا جنبش های اقلیت هستند و یا جنبش های به نفع اقلیت. جنبش پرولتاریا جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت جامعه به نفع همان اکثریت عظیم است. پرتاریا این تحتانی ترین طبقه جامعه کنونی نمیتواند به جنبت و قد برافرازد جز اینکه کل قیش های فوقانی حاکم جامعه رسمی متلاطم گردد و جاکن شود مبارزه پرتاریا با برجوازی نه از نظر محتوا بلکه از نظر شکل در وهله اول مبارزه در سطح ملی است البته پرولتاریای هر کشور باید نخست تکلیف برجوازی خود را یکسره کند در ترسیم عمومیترین مراحل رشد پرولتاریا مسیر جنگ داخلی کم و بیش مخفیانه ای را که در داخل جامعه موجود شعله می کشد تا بدانجا دنبال کردیم که این جنگ بدل به انقلابی آشکار می شود و باعث سرنگونی قهری برجوازی می گردد. و زیربنای سلطه پرولتاریا را پیریزی می کند. تا کنون به همان گونه که دیده ایم اساس کلیه جوامع بر مبنای تضاد میان طبقات سرکوبگر و سرکوب شده پای ریزی شده است. لکن برای سرکوب یک طبقه شرایط خاصی باید در اختیار آن طبقه گذاشته شود تا به دست کم به زندگی بردوار خود ادامه دهد. رعیت در دوران ارباب رعیتی خود را تا سطح عضویت در کمون بالا آورد. همانطور که خرد و برجوها توانست در زیر یوغ استبدادگری فعودالی به هر ترتیبی که شده خود را به برژوا تبدیل کند. برعکس کارگر اصر جدید به جای آن که به پیشرفت صنعت قد علم کند، هرچه بیشتر به سطح پایینتر شرایط زندگی طبقه خیش رانده می شود. او بدل به کارگر مسکین می شود و مسکنت حتی سریعتر از جمعیت و ثروت گسترش می یابد. لذا این نکته بدیهی می شود که برجوازی دیگر صلاحیت احراز طبقه حاکم بر جامعه را ندارد و نمیتواند شرایط حیات خود را به عنوان قانونی لازم الاجرا به جامعه تحمیل کند. همچنین معلوم می شود که برجوازی شایسته ی حکومت نیست چرا که نمیتواند زندگی برده را در چارچوب بردگیش تأمین کند چرا که نمیتواند مانع از این بشود که برده به آنچنان وضعی سقوط کند که برجوازی به جای آن که از قبل کارگر تغذیه شود مجبور شود خودش به او قضا بدهد جامعه دیگر نمیتواند. تحت سلطه برجوازی به زندگی خود ادامه دهد. به عبارت دیگر موجودیت برجوازی دیگر با هستی جامعه سازگار نیست. انباشت سرمایه و افزایشش شرط اصلی برای ادامه حیات و سلطه طبقه برژوا است. کار دستمزدی شرط وجود سرمایه است. شرایط کار دستمزدی انحساراً به میزان رقابت بین کارگران وابسته است پیشرفت صنعت که برجوازی اجباراً مروج آن است تفرقه میان کارگران را که ناشی از رقابت آنهاست با همگرایی انقلابی جایگزین می کند که ناشی از اتحادشان است به همین دلیل رشد صنعت جدید شالوده ای را که بر اساس آن برجوازی دست به تولید و تملک محصول میزند از زیر پای برجوازی بیرون می کشد. از این رو آنچه برجوازی بیش از هر چیز دیگری تولید می کند گورکنان خود برجوازی است. سقوط او و پیروزی پرولتاریا به یک سان غیر قابل اجتنابند.